سلام، خوب هستین؟ قربان شما، وقت بخیر. مرسی که وقت گذاشتین و اطلاعاتون رو میخواییم به ما بدین. و میخواستم اینم که شما از کی با گانوداما آشنا شدید و استفاده ای که کردین برای خودتون و اعضای خانوادتون تأثیراتش چی بوده، اگر لطف کنید؟ بله، خواهش میکنم. من حدود 5-6 ماه پیش با گانوداما آشنا شدم. قبلش مسئله بیماری خیلی خیلی زیادی داشتم، جوری که فکر میکنم روزانه 15 تا قرص میخوردم. بعد گانوداما رو اول برای همسرم گرفتم، ایشون خوردم. یک ماه که خوردم من آثارش رو توشون دیدم. ایشون وکیلن و سنشون هم دیگه فکر کنم مثلا 67-8 ساله، بسیار کم انرژی بودن و به من گفتن که دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی کاملا بازنشسته و تو خونه. بعد گانوداما رو براشون شروع کردم، هی آروم آروم دیدم که انرژیشون داره میره بالا، وضعشون تغییر میکنه، درداشون کمتر شده، خدا شده ایشون کمردرد داشتن که تکون نمیتونستن بخورن. بعد به من گفت که من کمردردم خوب شده، پلاکتای خونشون هم پایین بود و تنشون تیکه تیکه کبود میشد همه جای تنشون. بعد آروم آروم دیدم که لکاشون هم رفت. ای فکر کردم که داروی خاصی مصرف میکنه، سوال کردم قرص جدیدی میخوری؟ گفت نه، فقط همین چیزی که تو به من میگی صبحا. بعد خودم گفتم خب خودم هم استفاده کنم ببینم حالا اینقدر که برایشون خوب بده، شروع کردم مصرف کردم. یک ماه مصرف کردم. من از 18 سالگی میگرن دارم، میگرن وحشتناک، جوری که هفته 3 شب 4 شب من از سردرد تا صبح نمیخوابیدم و تمامی روز سردرد داشتم، جوری که دیگه زندگی فلج شده بود. وقتی شروع کردم به خوردن دیدم که آروم آروم دیگه، چون من با مسکنم سردردام خوب نمیشد، بعد دیدم آروم آروم سردردام هم داره بهتر میشه. بعد قرص خوابم، متاسفانه هزار جور بیماری دیگه، قرص خوابم من 20 سال میخوردم، بعد گفتم که حالا امتحان کنم قرص خوابم هم نخورم، دیدم خوابم هم اوکی شد. قرص لبوتکسین میخوردم برای که کمکاری تیروئید داشتم، اونم کنار گذاشتم، و قرص فلوکسیتین میخوردم برای اعصابم. فشارم بالا بود، جوری که گاهی هم سردردهای فشار داشتم، مثلا فشار تا 14-15 هم بالا میرفت فشارم. بعد دوستان میان گفتن قرص فشار تو بدون مشورت با پزشک کنار نذاری، گفتم باشه، ولی کنار گذاشتم. پروپرانول هم میخوردم برای تپش قلبم. من همه این قرصا رو کنار گذاشتم. وقتی میرفتم یه جا مهمونی، یه کیف داشتم مخصوص قرصام که همیشه همراه هم بود، اینو با خودم باید میبردم، چون اگر نمیبردم اصلا نمیتونستم که برم جایی بشینم، یعنی اینقدر وابسته بودم به اون قرصا. و حالا هیچی قرص نمیخورم، حتی مکملام هم نمیخورم، یعنی نه ویتامین میخورم نه مکمل، و اینقدر انرژی دارم، اینقدر همسرم انرژی داره، اینقدر حالمون خوبه که فقط دعا میکنم، خدا شاد از ته قلبم دعا میکنم برای آقای دکتر عطاران و این حسی که به مردم داشتن. من ایشون رو اینجوری میشناسم، میفهمم که ایشون میخوان که مردمشون سلامت باشن، و شروع کردم اینو به دوستانم دادم، به مامانم، برادرم، به اونا توصیه کردم، به بچه هاتونم بدین برای اینکه بچه هاتون سلامت بشن، برای اینکه در آینده بتونن بچه های سلامتی به دنیا بیارن، بچه های سلامتی داشته باشن. و شکر خدا الان عالی هم. خب خداش. فقط کدوم یکیشو شما، کدوم نوعی گانوداما استفاده میکنید؟ من با سوپریم شروع کردم، روزی یه دونه ساشم میخوردم، الان لاته میخورم، برای اینکه گفتن لاته کاهش وزنم داره، خیلی خوشحال شدم که حالا لاته رو استفاده کنم. بس. الان لاته؟ بله، قبلش هم سوپریم میخوردم. سوپریم. همسرتون هم سوپریم میخورد؟ همسرم همچنان سوپریم میخوره، صبح که از خواب بلند میشه به من میگه معجزه من کوش، یعنی اینقدر وابسته شده که میگه مگه میشه که من از خواب بلند شم هیچ دردی نداشته باشم؟ باورتون میشه؟ کتفش درد میکرد، مثلا پا درد داشت و حالا هیچ دردی نداره. این تأثیراتو بعد از چند مدت دیدین؟ بعد چند مدت مصرف؟ ایشون یک ماه خوردم، بعد از اینکه یک ماه خوردم من تأثیراتو توشون دیدم، خودم هم شروع کردم. من الان 3 ماهه میخورم، ولی با خوردن 20 عدد تمام چیزایی رو که میخواستم دیدم توش، یعنی تأثیراتشو بعد از خوردن 20 ساشه من دیدم. احساستونو کی گذاشتین کنار؟ همون زمان، یعنی دیگه مثلا توی 15-16 تا که بودم شروع کردم دونه دونه قرصا رو گذاشتم. من وقتی فلکسیتین میخوردم 3 روز یادم میرم فلکسیتین بخورم، یه جایی بودم که درد اساسم نبود، یه جوری حالم بد بود که
شاید اغراق باشه ولی شما اغراق ندونین، من به مرز خودکشی میرسم. یعنی گفتم الان باید خودم بکشم، اینقدر که کلافه بودم، اینقدر حالم بد بود، ولی حالا عالیم، هیچ وابستگی به هیچ قرصی ندارم، فقط براشون دعا میکنم، برای آقای دکتر عطاران که تونستن اینجوری سلامت رو به خانواده من و به همه نزدیکانم بدن. الاز انرژی الان تو چه سطحین؟ فوق‌العاده انرژیمون زیاده. که مثلا همسر من الان بازنشستگی کرد، ایشون البته دانشگاه پزشکی کار میکردن، بازنشسته شده بود از سال 80، ولی پارسال به من گفتن دیگه هیچ وکالتی نمیتونم بکنم، من دیگه خستم. حالا هر روز صبح از خونه میره بیرون نیست و پر از انرژی. بعد من شنیدم بچه ها کنم ظاهرا گفتیم میگیرن داشتن، هم دو پسرم هم میگیرن داشتن. بله اصلا سه تا بچه هم از 18 سالگی اونا هم میگیرن داشتن، دخترم، دو تا پسرم. پسر بزرگم خیلی قبول نداره این چیزا رو، خیلی میگه نه حتما باید قرص بخورم. اونم روزه من یه مشت قرص میخورد بر سردردش، اما اونم دیگه قرص نمیخوره. چند روز پیش اومده بود میگفت ماما این گانودرما رو میدی؟ یه کاتالوگم بهم بده، برای اینکه هستن دوستان که سردرد دارن، من میخوام ببرم بهشون بدم گانودرما رو. ایشون هم سردردش خوب شده. من به نوام هم میدم، به نوه 3 سالم هم میدم، برای اینکه ایمان آوردم، برای اینکه چیز خوبیه. فکر میکنم اون اگر از 3 سالگی بخوره دیگه چه اتفاقی براش میفته. و هممون، مامانم، برادرام، هممون داریم استفاده میکنیم و عالیه. خیلی لطف. سوال دیگه هست بچه ها؟ زنتون برسید؟ خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. قربان شما. آرزوی سلامتی میکنم برای همه مردم ایران. انشاءالله. قربان شما. خواهش میکنم.